عرض سلام خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه نفسار پاور بی و داشتیم در با دکس صحبت میکردیم میخوام این جلسه بریم بحثمون ادامه بدیم خب ما یک کلندر درست کردیم یادتون باشه که با این فعلا کار ندارم روشم کلیک راست میکنم هایدش میکنم توی ریپورت ویو که نره خب که توی ریپورت ویو بعدا ایمپورت نشه خب این هاید دو. یه دونه داریم به نام ریوینیو که تو تاریخ های مختلف میزان درآمد حاصل از محصول A درآمد حاصل از محصول B و مجموع هزینه‌ای که برای این دوتا داشتیم و اینجا به نشون میده همچنین یه دونه یونیت سال هم داریم که نشون میده توی هر تاریخ چند تا محصول A فروخته شده چند تا محصول B فروخته شده این دوتا جدولیه که داریم برمیگم تو جدول قبلی من میخوام یه دونه ستون اینجا اضافه کنم که تو هر روز مجموع درآمد رو به من نشون بده یعنی جمع این جمعی دو تا عدد رو هر ردیف جمع این دو تا عدد نیو کالم رو میزنم خب این بالا میام فرمولم رو مینویسم اسمش رو میذارم توتال ریوینیو مساویس با بچه ها من اینجا نمیتونم بنویسم سام سام غلطه سام تمام اعداد یک ستون رو با هم جمع میکنه یا که من اینو بدم میگه یه ستون به من بده مثلا من بگم این اینتر هزار... تمام اعداد اینو با این ستون رو با هم جمع میکنه میشه این 19800 پس این غلطه این من اینو نمیخواستم خب اینو پاک میکنم من میخوام اینو با این جمع کنم اینجا نشون بده پس میام چیکار میکنم میگم که ما وقتی میخواستیم یه ستون رو مشخص کنیم چیکار میکردیم براکت استفاده میکردیم راکت میذارم میگم ستون ریوینو پروداکت آ رو جمع کن اپراتورامون با B اینتر یکونی نران دوست هر کدوم از این عدد ها جمع این دوتاست خب این از این خب حالا میخوام یه ستون دیگه اینجا بذارم خب هاشی سود رو حساب بکنم فرمول هاشی سود چیه بچه ها بزارد بنویسم خب فرمول هاشه سود اینه این رو بزرگ کنم خب پرافیت مارجین بهش میگن گفتم بچه با حروف اول بزرگ بنویسید بر همین بود میشه یک منهای های یک من های هزینه تقسیم درآمد این میشه هاشی سود میخوام اینو اینجا حساب کنیم خب میام اینجا یه ستون دیگه اضافه میکنم نیو کاله. خب اسمش رو میذارم پروفیت مارجین پروفیت مارجین مساویس با یک منهای پرانتز رو حتما بچه رو باز کنید خب میخوام یه ستون رو مشخص کنم درسته یک منهای توتال کاست تقسیم بر بله. دوباره یه ستون دیگه ریوینیو توتال ریوینیو پرانتز می‌بندم میبندم اینتر این میشه حاشیه سود ولی میخوام بر اساس درصد نشون بده چیکار میکنم ستون انتخاب میکنم میام توی کالم تورز تایپش رو میزنم رو پرسنتج این میشه حاشیه سود من رو هر کدوم از این محصولات خب اینو حساب کردیم فقط یه مشکلی وجود داره بچه ها اگر من توی یه روزه به خصوص درآمدی نداشته باشم اون وقت این توتال کاست من تقسیم بر صفر خطا میده تقسیم بر صفر خطای دیگه چجوری مشکل رو حل کنیم اومد یه روزی من درآمد نداشتم بذار اصلا میشه این کاری که اینجا نیا کنید خب بذار من باید اینو ادیت بکنم اینو میخوام ادیت بکنم خب خب بذار بیام بعد بدم توی پاور کوئری ولش کنید چون بعد بریم اون برای انجام بدیم ولش کنید خب من اگر درآمدی نداشته باشم تو یه روزه به خصوص این خطا میده برای اینکه مشکل هر کنم چیکار می میکنم این می ستون انتخاب میکنم این می فرمول رو کلا پاکش میکنم یه تیکه رو با یه چیز دیگه میخوام بنویسم ما توی دکس یه چیزی داریم به نام سیف دیواید یعنی اینکه دقیقا سیفه دیگه امنه خطا نمیده چجوری انجام میدم پرانتز رو میذارم دوباره میمیسم دی واید نیا کنید سیف دی واید فانکشن ویت ابیلیتی تو هندل دیواید بای زیرو میگه میتونه تقسیم بر سیف رو هم پشتی اونی کنه کنترل رو کنه همین چیزی که دقیقا من میخوام میگه خیلی خوب اولین چیزی که قرار تقسیم بشه اون دقیق صورت تقسیممون چیه؟ صورت تقسیممون توتال کاسته بعد یه ویلگور میذارم میگه خب مخرج چیه مخرجمونم توتال ریونیو میگه خیلی خب اگر خطا داد من چی بذارم الترنت ریزالت میگم اگه خطا داد صفر بذار همون تقسیم بر صفرم بعد اینو میبندم یکی دیگه میبندم اینتر همون جواب من میده فقط فرقش اینه که الان اگر یه روزی باشه که درآمدی نداشته باشم و تقسیم بر صفر بخواد انجام بده خطا نمیده مقدارشو صفر میذاره. خب بریم سراغ یه فرمول دیگه هم بنویسیم میخوام یه ستون اینجا اضافه کنم چک بکنه اگر میزان سود هاشی سود من تو هر روزی بیشتر از 65 درصد بود بنویسه خوب اگه کمتر بود بزنه بد من قرار اینجا شرط داشته باشم بچه ها پس بعد از فانکشن شرطی استفاده کنم میام تو داکیومنت خود دکس اینجا یه چیزی داشتیم به نام لاجیکال فانکشن ایناش یه دون ایف داریم بچه ها رو ببینیم سینتکسش اینجوریه که میگه که اول شما یه شرط میذارید اگه شرط طورو باشه این مقدار رو نشون میدم اگه شرط غلط باشه این مقدار رو نشون میدم بعد بچه ها این آپشناله این وقتی اینجوری می این آپشناله یعنی میتون نذارید ولی این اجباری اینو باید بذارید یعنی برای فارسش میتونی چیزی نذارید خب این از این بریم بریم استفاده کنیم ازش استفاده کنیم زودتر یاد میگیریم خب یه ستون اضافه میکنم اسم ستون رو میذارم دی ریتینگ میگم اگر if شرط چیه میگم شرط هم اینه که یه ستون اول مشخص کنم میگم اگر پرافیت مارجین من بزرگتر از 65 صدم بود در اون صورت بنویس گود دی مثلا گود یا هم گود خالی یه مثلا گود دی اگر کمتر بود یعنی روز خوبی نبوده اینتر پس اگر این شرط برقرار باشه تو رو باشه اینو اجرا میکنه تو اون سلول اگه نباشه اینو اجرا میکنه میشه دقیقا اون چیزی که من میخواستم خب حالا بریم یه کاری دیگه میخوام انجام بدم من الان تو این جدولم بچه ها میزان درآمد حاصل محصول A محصول B مجموع هزینه این دوتا محصول مجموع درآمدشون حاشیه سود و حالا دیو ریتینگ رو دارم میخوام مجموع تعداد فروش این دوتا محصول هم اینجا داشته باشم توی سیتون من یه جدول دیگه دارم که محص... تعداد فروش هر محصول تو روزه مختلف اینجا دارم میخوام جمع این دوتا رو جمع این دوتا ستون رو تو این یکی جدولم داشته باشم چجوری این کار بکنم؟ چجوری من این, سو... این جدول رو بیارم تو این؟ ما توی دکس توی فیلتر فانکشن ها یه چیزی داریم به نام ریلیتد خب مثل که خوشبختانه نداریم <laughs> احتمالا جاش رو عوض کردن قبلا اینجا بود بذار سرچش کنیم ریلی اینا رفته توی ریلیشنشین فانکشن رئیس میشنم با مستماس اینجا رفته ریلیتد ریلیتد به ما کمک میکنه که یک ستون رو از یک جدول دیگه بتونیم بیاریم استفاده کنیم چا خوب بینیم استفاده کنیم بزنش یه ستون جدید اضافه میکنم اسمشو میذارم توتال یونیت سالت توتال یونیت سالت مساویس با خب ریلیتد یه مشکلی هست اینجا الان به من اینجا هیچ راهنمایی نمیده من انتظار داشتم الان اسم ستونای این جدول دیگر رو به من بده ولی نمیده چجوری مشکل حل کنیم دلیلش اینه که بین این دو تا جدول هیچ ارتباطی ریلیشنشیپی وجود نداره پس اول باید یه ارتباط بین این دو تا ایجاد کنم خب اینو پاک میکنم فعلا میام تو ریلیشنشیپ این دو. اینجا من میخوام بین این دو تا یه ارتباط برقرار کنم بین کدومی که از اینا با کدومی که ارتباط برقرار کنم بهترین گزینه دیتا الان یه ارتباط بین این دوتا برقرار شد ارتباط یک تو یک خب حالا میان تو دیتا مدل اینجا related الان به من ساجست میکنه میگه خب کدومی که از این جدول اون یکی س... کدی که از سوتون اون یکی جدول رو میگم میگه من پروداکت ای رو میخوام یکی اسم جدول و اول آورد بعد اسم ستون اینو میخوام به اضافه یه. دوباره یک ستون دیگر از این جدول میخوام این دفعه بی رو میخوام به اضافه این کن اینتر مجموع فروش میشه 107 برای یک و یک ببینیم درسته یک و یک 96 97 107 درست پس اینجوری باشه شما دستور related میتونید اطلاعات یک جدول دیگر رو به شرط داشتن ریلیشنشیپ بیارید تو این جدول خب فکر کنم برای این جلسه کافی باشه بچه ما فرصت اینو نداریم که بخوام تمام این فانکشن رو بهتون توضیح بدیم و درس بدیم شاید یک دوره جداگانه براش من درست بکنم حالا تو فکرش هستم که یک دوره مختص دکس داشته باشیم ان به وقتش حالا تو هم تو اکسل هم توی پاور بیای. آی بریم بیام جلسه بعد میخوام راجع به یک موضوع بسیار بسیار مهم صحبت بکنیم میخوام ببینیم که بزر... برنامه بهتون ما چیزی که الان تو این جدول درست کردیم بهش میگن کلکیولیتد فیلد یه چیزی هم داریم به نام میجر یا که این بالاست میخوام ببینیم فرق بین این و این چیزی که اینجا داشتیم چیه جلسه بعدی میخوام راجعش صحبت کنیم و همچنین میجر هم میخوام درست کنیم فعلا خدا جلسه بعدی